به نام خداوندی که داده اش نعمت و نداده اش حکمت است و خداوندی که این همه نعمت اثر به خاطر آزمایش ما داده و چه خوب است که ما هم از این آزمایش و از این امتحان خداوند کامیاب بدیم. بیننده های عزیز، شما را در یکی دیگر از برنامه های دست های مهربان خوش آمدید عرض می کنم. امروز ما در یکی از گوشه های شهر کابل آمدیم به دیدن یکی از فقرهای دیگه ما و دیدن یکی از نیازمند دیگه ما. چه خوب است که شما هم با برنامه دست های مهربان دست یکی از هموطنان دیگه ما را به گرمی فشار بدید و با ما باشین در ادامه برنامه دست های مهربان و قصه و دردشان از زبان خودشان بشنوید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام خاله جان، خوب هستی؟ سلام، شما خوب هستی؟ باز هم خوش آمدید بیننده های عزیز در برنامه خودتان، برنامه دست های مهربان، و امیدوارم هستم تا این دم بیننده برنامه دست های مهربان بوده باشید و همچنان تا آخرین دقایق ما را همراه و همگام باشید. قسمی که میبینید عزیزان بیننده، امروز در کنار من خانواده خیلی عزیز و ارجمند هستند. از زبان خودشان بشنویم درد های زندگی را. و ده اما باز هم سلام عرض میکنم خاله جان. علیکم السلام. خب خاله جان، میشنویم که زندگی چقدر سرتان فشار آورده و چه مشکلاتی دارید؟ زندگی فشار زیاد است. در خانه کرایه زندگی میکنم، این خانه را که گرفتیم کرایه میدم، خودم هم کار میکنم. کتاب مشکلات زندگی که دارم یکم به مشکلاتم رفع شود. قیمتی زیاد است دیگه. نمیشه که آدم بیکار ببانه، شوهرمون بیکار است، معیوب است. خب معیوب است گفتین. خب انشالله او را بعدا از خودشان میپرسیم که چرا چیونه در کجا معیوب شدن و ای ای برشان آمد. خب خاله جان، میگن که از طرف شوهرتان کسی نیست، مثلا برادرش، و از طرف خودتان برادرتان، خواهرتان، کسی دیگه نداری که امرش همکاری کنن؟ هر کسی مشکلات زندگی خود رفع میکنه، چون اوقت در امکانات ندارن که با ما کمک شوند. خب خاله جان، مصارف برادرکای ما را اینا مکتب میرن نمیرن؟ مصارفشان را کی میته و خود شما در کجا کار میکنین؟ چقدر درآمد دارین؟ به پسرکای مکتب میرن، همی خود ما که کار میکنم، یک مقدار پول ما بخاطر مکتبشان، چون امکانات نیست. اگر امکانات باشه بچه که خواهیم کلش از کورس نمیتونن خوانده. نه، بخاطر از این که ماشو کم است، ماشو ما قبلا نیست که ما مثلا به طفلکای ما در کورس روان کنم یا فیز برشان تا بتم. این بچه که همین وسایل مکتبش برشان چگونه خیر دیر میکنن خاله جان؟ یارا کمک میکنن مکتب، باوام با کفایتشان نمیکنن، خودم برشان مثلا از کتابچای در پگی یا قلم پین پگی از اینیا با بسیار مشکل دیگه خریداری میکنیم دیگه. چه کنیم دیگه بخواد. خب صنف چند هستن خاله جان؟ بچه که کم صنف هفت است. چون این نیاز داره که باید کورس انگلیسی بگیره، ریاضی بگیره و دیگه مزامینه، اما ما امکانات ندارم. صرف دمی خانه هستن دیگه، بعضی وقت درس میخوانن، بعضی وقت نمیخوانن. اگر امکان داشته باشه من یاره در کورس بتم، فیز بتم، یا میتونن یک جای برسن، چون امکاناتش نیست دیگه در خانه هستن. خب خاله جان، آره هم خب اینه میفهم زندگی واقعا مشکلات خودش داره و چه خوب است که ما هم با این برنامه و با برنامه دست های مهربان بتونیم لبخند کوچک هم اگر باشه بر لبان شما عزیزان ما ایجاد کنیم. و حالا ما از زبان خود برادرم، از زبان خود کاکا جان رو بشنیم که در کجا، چگونه، در کدام جنگ پای خود از دست دادن؟ من خودم سابق کارمند دولت بودم، در اثر جنگ های داخلی که در کشور ما بود، در منطقه دیمزنگ به مسیر را من زد و معیوب شدم. خب در چند سال از خود شما معیوب هستیم کجا؟ تقریبا 14-15 سال شد. بیشتر از این میشه که معیوب هستم و تقریبا بیکار هستم. واقعا؟ خب کاکا جان، گفتین تقریبا 15 سال یا بیشتر از او گفتین بیکار بینید. تو کوششم کردین که جای بینید و از که پیدا کنین؟ بله، ما خیلی کوشش بکردم در خود همه وزارت خانه، خود وزارت مشاهده و ملین مراجعه کردم، در ورقای عرض دادم که یک کاری که دخلش توانایی کار کردن داره، منطقه در این دولت و ایشی دیگه فعلا کار پیدا نیست که برای ما بتن. در دفترها که مراجعه میکنیم
چون مایوب هستیم برای ما کار نمیتن در این شهر دیگه ما کار کرده نمیتنیم اگر کار هم میکنیم از دید سرباز و شاروالی و اینا هستن بعضی طرف و طرف بدوانه دیگه توانایی کار کردن دویدن تا و بالا رو هم دشوار نداریم نمیمانند دیگه دشوار فعلا دیگه بمید بیکار و بسرنوشت هستیم. خب کاکا جان خدا نکنه بسرنوش بشین، زندگی از دیگه مشکلات شمید شم شما با هر حال یک گپ جالبی که من آمدم واقعا محبتی که بین شما وجود داره شاید در بین خانواده های خیلی سرمایه دار که بریم بگردیم و محبت پیدا کرده نمیتنیم چطور؟ خب باسم از برادرکای ما بشنیم، شما مکتب میرین؟ بله. سنف چند هستین؟ سنف هفت. خب چندم نمره هستی در مکتب؟ من هشتم. درس میخونید؟ خب تو در مکتب مثلا قلم و کتابچه قسمی که خاله جان گفت امرایتان همکاری میکنه بدون از او الیاس جان گفتم کورس میری جای یا ای که در مکتب امرای سنفی ها چقدر درس میخوانین یک جای با هم؟ امرای سنفی هم کمک درس میخوانیم میخوانم امرای سنفی هم کمک نمیکنم رضا دارم که انجینیر شم. انجینیر شو. پس زمانی که میخوای انجینیر شوی مادر جان تا میبینی که بیچاره از خاطر شما زحمت میکشه و مادر جان تا معیوب است پس باید زیاد زحمت بکشی زیاد درس بخونی. خب زمانی که یعنی فکر کن که کلان شدی انجینیر شدی نه الیاس؟ نه. اولین کار میخوای به پدر مادر کنی چیست؟ کمک. چیگونه کمک؟ بر خانه بخریم پیسه بتون چیزا. فرزاد جان قند خودت از خودت میشنویم، خودت صنف چند مکتب هستی؟ چقدر مشکلات میبینی در زمان مکتبت؟ صنف چهار هستم. خب فرزاد جان بدون از اینکه مادر جانت برد کوش میکنه قلم کتاب چه اینا بخره دیگه از مکتب هستیم فیاد کس امرت همکاری میکنه؟ نخیر. خب فرزاد جان آینده چی آرزو داری چه؟ انجینر. انجینر آفرین. از زبان خواهرک خوشگل و خوشروی ما بشنید، از زبان زهره جان قند. زهره جان صنف چند مکتب هستی؟ اول. صنف اول. زهره جان مشکلاتی که در خانه میبینی یعنی مشکلات مادرکت میبینی کار میکنه پدر جانت معیوب از در خانه است چقدر سر تحصیل میکنه؟ زیاد. خیال خون میشنی؟ آه. چند نمره هستی زهره جان؟ نه اول. زهره جان چی آرزو داری؟ دکتر شوی. خیلی میخوای که دکتر شوی پس باید چقدر درس بخونی؟ زیاد. اینا رو وقتی که زیاد درس خوندن کتابچه و قلم نیتی که برات میخره زهره جان؟ مادر. عزیزان بیننده میبینیم که جنگ ها چقدر خانواده های ما را واقعا متضرر ساختن. امروز میبینیم خانواده ای که سرپرست خانواده در یک وزارت خانه کار میکرد و میتونست به شکل درست خانواده خود به شکلی که به شکل درست میتونست که عاشق و باطی فرزندان خود بسازه، اما امروز این جنگ ها سبب شد تا این خانواده متضرر شود و این گونه به این مشکلات گرفتار شد. پس ادامه سخنان را باز هم از زبان خودشان میداشته باشه اینکه مادر عزیز ما چی آرزو می چی آرزو دارن به خاطر فرزندان خود، به خاطری که در جای زندگی میکنیم که کرایی است واقعا و ما زمانی که اومدیم دیدیم و گفته مردم میگه در سر کو خانه تا و این خانه که قدر نام داره مشکل داره چی فکر میکنی خاله جان؟ والا چی کنیم مجبور هستیم در با این زندگی در این خانه نمپر ما زندگی کنیم، ما چون توان و وس ما نداریم که مثلا یک خانه بینم و بگیریم در زندگی پر کنیم. مثلا در یک خانه که خوبش باشه او خوب پول میخواه، کرایش بیشتر است 20,000 15,000 10,000 من امکانات ندارم با این ماش کم، با این زندگی مشکلات بسیار با مشکل زندگی خود تیر میکنم چون کسی نیستم که کتا ما کمک کنم. طفلک ها مکتب میرن یا به هر چیز نیاز دارم، به قلم کتاب چه. خب از قلم کتاب چه اینا که بگذاریم خاله جان، زیادتر سرمی نان بگفته مردم اگر فکر کنیم، چون اگر اما غذا درست باشه همه چیز تیر میشه، شکم که سیر باشه مگر بگفته مردم حتی جنگ بدون جنگ به گشنگی نمیشه نه؟ پس امی غذا و خوراک تو را چگونه تامین میکنید؟ دیر میشه بسیار مشکل دیگه، خودم کار میکنم ما شما کفایت نمیکنم زندگی دیگه با یک مشکلات تیر میشه سپری میکنیم دیگه امکاناتش نیست. از مردم جدا خواهش میکنیم که اگر امرای ما کمک کنن خوش میشیم چون زندگی ما بسیار خراب است. خب خیر، بازم قسمی که قبلا هم یادآوری کردم میگه انسان اگر
مهم این است که در کجا هست، اما قلبتان که از همدیگیتان راضی است، همی که بتانین تانستین که تا این دم زندگیتان را پیش ببرین. و من مطمئن هستم خاله جان قند که با همکاری هموطنان عزیز ما که امروز بیننده برنامه دست های مهربان هستن میتونن لبخند بر لبان شما عزیزان ایجاد کنن. و انشاءالله ما از طریق برنامه دست های مهربان از کسانی که از هموطنان ما که در خارج از کشور زندگی میکنن، در خارج از کشور به سر میبرن، و از شفاخانه ها و از همچنان از مکاتب خصوصی که بتونن به این شاگردا و به کسانی که واقعا استعداد و توانایی دارن همکاری کنن و چه خوب است که استعدادهای نخبه رو به جامعه تقدیم کنن. خب باز هم ما میخوایم که برنامه خیلی شما رو متاثر نسازه. بعضی از عزیزان ما گفتن که شما میرین و با ثبت کردن برنامه هموطنان ما را ناراحت میسازین، متاثر میسازین، اما نه، ما میخوایم با این برنامه لبخند بر لبان شما ایجاد کنیم و بتونیم حداقلمون درد را که هست کم کم هم اگر شده کم از دردهایتان کاسته شود. خب باز هم امی که در کنار هم هستین، همه دیگرتون هم محبت میتین، از هم دیگرتون راضی هستین، به نظر من خیلی زیاد است. چطور؟ آها واقعا. خب باز هم قسمی که شاعر ما سعدی میگن که بنی آدم از آی یک دیگرن، چو در آفرینش زی یک گوهرن، چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضو را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. بچه خوب است که عزیزان بیننده، باز هم عرض میکنم شما هم بیاین دست این مادر گرامی واره با گرمی فشار بتین و ای که بتانین درد از قلب هایشه، درد از درد که زندگی کس بالش فشار آورده، از درد که قدر بالشن مشکلات آورده، شما هم بتانین از این درد حداقل کم میشه برای خود بگیره. بچه خوب است که اگر ما بتانیم هر کدام ما سبب به این شاییم که یک لبخند بالای روی لبای برادر و خواهر ما ایجاد کنیم، مطمئن هستم که از این بیشتر خوشبختی نثار هیچ کس نمیشه. هموطنان عزیزم، امروز یکی از برادران ما و همچنان یکی از خواهران ما به نام رنا از دنمارک خواستن که مصارف یک ساله این خانواده را به دوش بگیره و همچنان برادر ما خواستن به مقدار 3000 افغانی به این خانواده همکاری کنه و انشاءالله یکی از مکاتب خصوصی و همچنان شفاخانه هم میتونن که برادرکای ما را انشاءالله در مکتب به شکل رایگان منهج شاگرد خود قبول کنه. بفرمایید مادر جان. تشکر که شما آمدیم ما را از نزدیک زندگی ما را دیده یک کمک عمل ما کردید. بسیار خوشحال بودید. سلامت باشین. حق تان است خاله جان. ما که نتانیم از پرده یک تلویزیون غم شما را به هموطنان دیگه ما که در دیگه گوشه های دنیا زندگی میکنن نرسانیم، پس ما هم نتانستیم به شکل درست رسالت و وجیبه خود را انجام بدیم. و خیلی خرسند هستم که امروز تانستیم با همین همکاری برادر و خواهر عزیز ما رنا جان تانستیم لبخند بر لبان شما عزیزان ما ایجاد کنیم. بسیار تشکر. شما ممنون. سلامت باشین. بیننده های عزیز، شما هم میتونین از طریق اکاونت نمبر و همچنان از طریق شماره تماس با ما به تماس شوین و از طریق اکاونت نمبر دلاری و افغانی با ما پول بفرستین و بخصوص به این خانواده ای رنجیده بتونین همکاری کنین. باز هم انتظار همکاری های شما عزیزان را در برنامه های بعدی داریم. امیدوار هستم که ما را تنها نگذارین و بتونین که از طریق این برنامه و از طریق همین پرده تلویزیون شما هم لبخند بر لبان دیگه هموطنان ما ایجاد کنیم. تا برنامه بعد که خدمت شما سربرم قرار میگیرم، همه شما را به خداوند لایزال میسپارم. ایام به کامتان باد.